طالبان برای برگرداندن مهاجران به ایران سفر کردند. 6 پاکستانی در درگیری مرزی با افغانستان کشته شدند. قتل عام چینایان در داخل یک هتل در کابل و خواست عاجل چین از طالبان. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش می‌دهد هیئت از وزارت امور مهاجران طالبان برای بررسی مشکلات مهاجران و شرکت در نشست چهارجانبه به تهران سفر کرد. با گزارش اسپوتنیک، مسئولان وزارت مهاجران طالبان اعلام کرده است که قرار است مشکلات مهاجران افغانستان در ایران و جستجوی راه حل در این نشست بررسی شوند. عبدالرحمن راشد، مدیر داخلی وزارت مهاجران گفت با همراه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان توافقنامه امضا می‌کنیم که به چه شکل مشکلات حل شود تا مهاجران داوطلبانه به کشور بازگردند. بر پایه اطلاعات وزارت مهاجران افغانستان، بیش از 6 میلیون مهاجر افغان در حال حاضر در ایران و پاکستان به سر میبرند. 6 پاکستانی در درگیری مرزی با افغانستان کشته شدند. محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفت 6 شهروند پاکستانی در تیراندازی با طالبان در مرز پاکستان و افغانستان کشته شدند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از آماج نیوز، نماینده ویژه پاکستان گفته است که در نتیجه گلوله‌باران مناطق غیر نظامی توسط طالبان در منطقه چمن در مرز پاکستان و افغانستان 6 شهروند پاکستانی کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این خبرگزاری، طالبان نیز به نوبه خود میگویند که در جریان این درگیری 1 تن از افراد آنها کشته و 13 تن دیگر از جمله 3 غیر نظامی زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان این درگیری را محکوم کرد و در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی خاطرنشان کرد که چنین تحولات ناگوار با روابط برادرانه بین دو کشور ناسازگار است. در این بیانیه آمده است که به مقامات طالبان اطلاع داده شده است که باید از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیری شود و شدیدترین اقدام علیه آنها صورت گیرد. با گفته طرف پاکستانی، درگیری مصالحانه روز قبل در نزدیکی گذرگاه مرزی اسپین بولدک ولایت قندهار پس از آن که طالبان می‌خواستند پاسگاه‌های جدید ایجاد کنند آغاز شد، اما با مانع سربازان پاکستانی مواجه شده است. طالبان حمله بر یک هتل در کابل پایان یافت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که حمله بر یک هتل در شهر نو کابل با کشته شدن 3 حمله کننده پایان یافته است. وای روز دوشنبه 20 قوس با نشر تویت این موضوع را بیان کرده است. مجاهد ادعا کرده که همه مهمانان هتل نجات داده شدند و هیچ کدام از تبعهای خارجی کشته نشده است. او افزوده است البته 2 تن از ادبای خارجی که خودشان را از منزل بالا پرتاب کردند زخمی شدند. این در حالی است که پس از چاشت روز دوشنبه افراد مسلح به ساختمان هتل کابل در کوچه برج شهر نو کابل حمله کردند. با گفته شاهدان در این هتل شهروندان چینی اقامت داشتند. گفتنی است که پیش از این سفیر چین در افغانستان در دیدار با مقامهای طالبان خواهان تامین امنیت سفارت و شهروندان این کشور در کابل شده بود. افغانستان انترنشنال گزارش می‌دهد آتش سوزی در مهمانخانه شهروندان چینی در کابل. در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، آتش سوزی در داخل هتل محل اقامت شهروندان چینی دیده می‌شود. طالبان می‌گوید این حمله با کشته شدن هر 3 مهاجر پایان یافته است. وایس بارکزای، 21 تن در حمله امروز کشته و زخمی شدند. شفاخانه امرجنسی می‌گوید که از حمله امروز 21 تن به این شفاخانه انتقال شده که 3 تن آنها قبل از رسیدن جان باخته بودند. حمله بالای هتل در شهر نو. طالبان در شمال کشور زنان بدون محرم را در معذر عام شلاق می‌زنند. محتسبان وزارت امرالبالمعروف و نهی منکر طالبان در ولایت‌های شمال به اجرایی کردن دستور ملا هیبت الله آخوندزاده درباره زنان روی آوردند. این محتسبان شمار از زنان و دختران را به دلیل بیرون شدن از خانه بدون محرم شرعی و رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه در محضر عام شلاق زدند. زنان در ولایت‌های جوزجان، فاریاب و بلخ این اقدام طالبان را اهانت به مقام زن عنوان می‌کنند و از رهبری این گروه می‌خواهند که به حقوق آنان احترام گذاشته شود. فعالان حقوق زن اما فشار جامعه جهانی بر طالبان را یگانه راه نجات زنان از ستم این گروه توصیف می‌کنند. پروانه، باشنده شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان، یکی از زنانی است که توسط متصبان امرالبالمعروف نهی منکر طالبان شلاق خورده است. او در صحبت با روزنامه اش صبح میگوید
با وجود این که حجاب سیاه بتن داشت و چهره اش را نیز با ماسک پوشانده بود، اما باز هم از سوی متعصبان طالبان توهین و تحقیر شده و دو ضربش هلاک خورده است. به گفته پروانه این رویداد در نهم قوس در روستای بزاجی بازار شبرغان رخ داده است. پروانه به نقل از این متعصبان می افزاید: نباید در بازار تنها گشت و گذار کنید و اگر موی سرتان به چشم بخورد شما را زندانی میکنیم و مردان خانوادهتان را در معذر آن 50 دلار خواهیم زد. این باشنده شهر شبرغان علاوه میکند که او را به زندانی شدن نیز هشدار دادند. معصومه باشنده دیگر شبرغان است که هنگام خرید دارو با متعصبان امرالمعروف گروه طالبان روبرو شده و به دلیل نداشتن محرم مورد بازجویی قرار گرفته است. معصومه از قوم ترکمن و یگانه دختر خانواده است. او میگوید که پدرش برای فروش محصولات زراعتی به بلخ رفته و خودش مجبور شده برای مادر بیمارش دارو بیاورد. این دختر جوان همچنان ادعا دارد که متعصبان طالبان قصد داشتند به بهانه رعایت نکردن حجاب شرعی او را با خود ببرند و زندانی کنند، اما در نتیجه با پادرمیانی دکانداران شهر شبرغان توانسته به خانه برگردد. معصومه خاطر نشان می سازد بعد از آن روز دیگر محال برای بیرون رفتن از خانه را تا ختم دوره حاکمیت این گروه ندارم. المیرا دختر 29 ساله باشنده شهر مزار شریف است که حدود دو هفته پیش در منطقه بازار باختر مورد بازجویی متعصبان اداره امرالمعروف نز منکر طالبان قرار گرفته است. او میگوید با تازگی سوار تاکسی شهری بوده است که از سوی افراد طالبان توقف داده شده است. خانم المیرا میافزاید که متعصبان امرالمعروف طالبان چندین سیلی به صورت راننده تاکسی نواخته و به او هشدار دادند که از این پس زنان بدون محرم را سوار تاکسی نکنند. این دختر جوان علاوه میکند: سپس متعصبان امرالمعروف طالبان تحقیقات را از من آغاز کردند و با استفاده از واجه های توهین‌آمیز مرا متهم به فساد اخلاقی کردند. برایم هشدار دادند که بعد از امروز نباید بدون محرم از خانه بیرون شوم. المیرا که در یکی از دفاتر وظیفه دارد اکنون تصمیم گرفته از این پس ماهانه مبلغ 5000 افغانی تنخواه خود را به مامایش بدهد تا او را در رفت آمد به وظیفه همراهی کند. با این حال فعالان حقوق زن در شمال از جامعه جهانی میخواهند که بالای طالبان فشار بیاورند و آنان را از زیر ستم افراد این گروه نجات دهند. برشنا یکی از فعالان حقوق بشر در شمال کشور به روزنامه اش صبح میگوید: مردم افغانستان به ویژه ما زنان و دختران مرحله کابوس های حقوق بشری سپری کرده ایم و در حال حاضر ما زنان و دختران کابوس های واقعی حقوق بشری را تجربه داریم و از ظلم جنایت گروه طالبان را تحمل میکنیم. او میافزاید که در سالهای گذشته تصور این که زنان از سوی طالبان در معذر آن مورد بازجویی قرار خواهند گرفت و شلاق خواهند خورد برایش دشوار بود، اما در جریان دو ماه گذشته این کابوس های حقوق بشری از سوی افراد طالبان در مراکز شهرهای بزرگ به واقعیت پیوسته است. تشکر که تا این دم با ما بوده. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.